پزشکان در جامعه ایرانی از منزلت اجتماعی بالا و ویژه‌ای برخوردار هستند. به نظر شما اخلاق پزشکی تا چه حد میتونه به بالا رفتن این منزلت در جامعه کمک کنه؟ بیاین روی خط و نظرات خودتون رو با ما در میون بذارین با شماره تلفن 202-260-7110. میتونید تلفن هاتون رو از طریق چت زنده فیسبوک روی خط یا از طریق ایمیل برای ما ارسال کنین تا همکارانم با شما تماس بگیرن. همینطور میتونید از طریق اسکایپ صوتی، تصویری و نوشتاری با برنامه روی خط همراه باشین. فیسبوک، اینستاگرام، توییتر و کانال تلگرام ما رو فراموش نکنین. من رازیتا ایران دوست در یک ساعت پیش رو با شما همراه هستم با برنامه روی خط از بخش فارسی صدای آمریکا. سلام، به برنامه روی خط خوش آمدید. اول شهریور در ایران برای بزرگداشت ابوعلی سینا روز پزشک نامگذاری شده. دانشجویان پزشکی پیش از ورود به عرصه پزشکی با ادای سوگندی متعهد میشن که هر چه در توان دارن برای نجات دادن بیماران انجام بدن. به نام ایزد یکتا، اکنون که برای پرداختن به حرفه پزشکی آماده هستم، از نخستین گام با ایمانی کامل و اعتقادی تمام به آفریننده بزرگ جهان هستی و کتاب آسمانی خود سوگند یاد می‌کنم. پزشکی یکی از مشاغلیه که زیر ذره‌بین جامعه قرار داره، شغلی حساس و پرمخاطره که مسئولیت جان انسانها رو به عهده داره و جامعه هم توقع داره که خدماتی عاری از عیب دریافت کنه. در همین رابطه مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری گفته سقف توقعات جامعه از دولت و همچنین پزشکان بالاست و به تبع اون انتظار بالاترین سطح خدمات رو داره که اگر این انتظار و توقع اجتماعی از نگاه مثبت تلقی بشه میتونه به عنوان ظرفیتی برای تلاش و تحرک بیشتر مسئولان مورد توجه قرار بگیره. مسئله دیگه ای که خیلی اهمیت داره رعایت اخلاق پزشکیه که از مهمترین انتظارات جامعه از پزشکانه. علی نوبخت رئیس کمیسیون بهداشت و درمان وزارت بهداشت با تأکید بر رعایت کردن اخلاق پزشکی از تشکیل کمیته اخلاق پزشکی خبر داده و گفته تصمیم داریم این کمیته ها رو به مراکز درمانی به ویژه بیمارستان های دولتی اعزام کنیم. اگر تمایل دارین امشب در برنامه روی خط شرکت کنین، درباره پزشکان صحبت بکنین، نه فقط درباره مشکلات، اگر پزشکی رو دارین که میخواین تعریف کنین میتونین بیاین امشب در برنامه ما شرکت بکنین. 202-382-7205 شماره پیامگیر روی خطه. امشب ما در برنامه روی خط خانم دکتر فریبا اسراری، مدیر مرکز سرطان در دانشگاه جان هاپکینز در بالتیمور از طریق اسکایپ با ما همراه هستند. خانم دکتر اسراری، به برنامه روی خط خوش آمدین. خیلی متشکرم. خانم دکتر، ابتدای برنامه درباره اخلاق پزشکی صحبت کردیم که خب نقش خیلی بسزایی داره این روزها هم در شبکه‌های اجتماعی. حالا در ادامه برنامه حتما بیشتر توضیح میدیم که مردم خیلی حساس‌تر شدن در رابطه با عملکرد پزشکان. واقعا تا چه حد میتونه رعایت اخلاق پزشکی در بالا رفتن احترام اجتماعی پزشکان نقش ایفا کنه؟ همینجور که در اولی برنامه گفتین، تمام ما پزشکا سوگند خوردیم که به بهترین وجه ممکن از بیمارامون نگهداری کنیم و
وقتی که این کار رو در عمل انجام میدیم این کاملا واضح خواهد بود و 100% به مرور زمان جامعه و مردم این ارزش این کار رو میبینن و این به صورت واضحی مشخص خواهد بود و ناخودآگاه احترام جامعه پزشکی هم بالا و بالاتر خواهد رفت. خیلی ممنون خانم اسراری. اجازه بدین ما تلفن‌های زیادی هم داریم، طبق روال عادی برنامه باید با بینندگانمون همراه باشیم. در ادامه برنامه با سوالات بیشتری در خدمت شما خواهیم بود. اجازه بدین اولین تلفن رو از قوچان داشته باشیم. آقای اعظمی روی خط هستین، سلام بفرمایید. با درود فراوان به جناب عالی و کلی همکاران این کانال و کلی بینندگان عزیز ایرانی و مهمان برنامه‌تون خانم دکتر فریبا اسراری. بفرمایید. سرکار خانم ایران دوست، این جانب نیز به نوبه خود روز پزشک را به کلی پزشکان با معرفت و با انصاف تبریک میگم و همواره خواستار موفقیت این دست از پزشکان را در کل جهان از خداوند متعال خواستارم. خانم سفیری، من یه سوال داشتم از این مهمون برنامه‌تون. از ایشون سوال کنین چرا دکترها وقتی ما میریم پلویشان ویزیت میکنیم بدخط می‌نویسن، یعنی دارور رقم‌ها اینا رو طوری می‌نویسن که من فرد معمولی نمیتونم بخونم. من علت چه میدونم، ولی از ایشون سوال کن چرا بدخط می‌نویسن که ما اگر بفرضیم مثال یک بار دیگه مریض شدیم یا اون مریضی متشدد پیدا کرد، بدون اینکه بریم دوباره به اصطلاح ویزیت بدیم، بریم همون دارور دوباره بگیریم. ببین اینقدر این دکترها معرفت ندارن، همون حتی خوشخط بنویسن، من مریض که پول ندارم در چنین برهه‌ای از زمان بتونم از اون نسخه دوباره استفاده کنم. خیلی ممنون از شما تماس که بفرمایید. یه سوال دیگه هم داشتم خانم ایران. تا حالا دیدین یک دونه مثلا یک دکتری ره، یک دونه دکتری جراره، یک داروخانه ره، یا یک بیمارستان به خاطر عمل نکردن به مسئولیتش یا برای گرونفروشی یک چیزی تا حالا جریمه کرده باشن یا مثلا زندانی کرده باشن تا حالا دیدین؟ آقای اعظمی ابتدای برنامه اگر خیلی ممنون که در برنامه شرکت کردین، ابتدای برنامه البته ما اشاره کردیم که آقای نوبخت اطلاع دادن از کمیته‌ای که قرار رسیدگی بکنه به این مسائل. البته در ادامه برنامه باز هم نظرات مختلفی از مسئولین در همین رابطه درباره خطاهای پزشکی مطرح می‌کنیم. از شما دعوت می‌کنیم که امشب بیننده برنامه ما باشین تا شاید پاسخ سوالاتتون رو هم بگیرین. ممنون از شما. خانم ترکمان از نیویورک روی خط هستین، سلام بفرمایید. سلام خانم ایران دوست، خسته نباشید. من روز پزشک رو به تمام پزشکان ایران تبریک میگم و شما مطمئنن بدونید و حتمنم میدونید که هیچ پزشکی ایرانی نمیشه. اینجا من تو آمریکا با پزشکای آمریکایی سر و کار دارم، ولی کن پزشکی ایرانی یک پزشک دیگه و تو هر قرشی یه آدم ممکنه که خوب نباشه پیداشه، ولی کن بیشتریشون خوبه و من دست و پاهاشون رو میبوسم. خیلی ممنون خانم ترکمان که در برنامه شرکت کردیم. یک ثانیه تشکر. اجازه بدین چند تا نظر هم بخونیم. مهدی از کاربران توییتر میگه روز پزشک رو به همه دست‌اندرکاران سلامت مردم که پول رو در اولویت‌های دوم به بعد قرار دادن شاد باش میگم. و همینطور بسیاری از کاربران هم به مناسبت روز پزشک یادی کردن از پزشکان کهریزک. امیر با به اشتراک گذاشتن تصاویری گفته در روز پزشک یاد کنیم از پزشکان فاجعه کهریزک که جانشون رو در راه شرافت پزشکی گذاشتن. رامین پوراندرجانی، عبدالرضا سودبخش، روحشون شاد. توانا هم ویدیویی رو به اشتراک گذاشته و توییت کرده در روز بزرگداشت ابوعلی سینا و روز پزشک میگه یادی بکنیم از رامین پوراندرجانی قربانی کهریزک، که همراه با همین یک ویدیویی رو هم آماده کرد به اشتراک گذاشته. در ادامه برنامه با ما همراه باشیم. وارث اسمهای بزرگی مثل جالینوس و بقراط و ابوعلی سینا و حکیم جرجانی، روح خیلی خیلی بزرگی
و مقدسی از اون زمان، از ابتدای تاریخ انسان در قلب‌های بزرگی منتقل شده، اومده و در لباس سفید امروز به ما به میراث گذاشته شده. اساتیدمون که اینجا نشستن این روح رو در قلب ما دمیدن. و بچه ها ما اینجا اومدیم تا بگیم که عاشقانه به راهمون ادامه میدیم. ساقی به نور باده برافروز جام ما، مطرب بزن که کار جهان شد به کام ما. ما در پیاله عکس رخ یار دیده ایم، ای بی خبر ز لذت شرب مدام ما. هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق، ثبت است بر جریده عالم دوام ما. متشکرم. خطای پزشکی اما بسیاری رو نسبت به جامعه پزشکان حساس کرده و عملکرد اونها رو زیر ذره بین برده. ماجرای درگذشت عباس کیارستمی، کارگردان نامی ایرانی، و مرگ بیماران دیالیزی در اهواز از نمونه هایی که بار دیگر بحث قصور پزشکی رو بر سر زبون ها انداخته. و به همین دلیل چندی پیش یحیی کمالی پور، نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، با انتقاد از جوابگو نبودن قوانین در رابطه با خطاهای پزشکی گفته بود میزان خطاهای پزشکی افزایش پیدا کرده و ما باید به تناسب پیشرفتی که جامعه داره از نظر فناوری و تکنولوژی قوانین خودمون رو با شرایط جامعه تطبیق بدیم. این مقام مسئول همچنین گفته بود در اغلب موارد برای پزشکی که مرتکب خطا شده جریمه های مالی در نظر گرفته میشه، در حالی که پزشکی که از لحاظ مالی تأمینه این مبالغ ناچیز نمیتونه تغییری در روند اقداماتش ایجاد بکنه و مانعی از خطاهای بعدی نمیشه. این سوالیه که میخواییم از خانم دکتر اسراری هم بپرسیم. اگر بخواییم خانم دکتر اسراری در مقایسه‌ای داشته باشیم بین قوانینی که در برخورد با خطاهای پزشکی در ایران و آمریکا هست، به چه مواردی باید تکیه کنیم؟ قوانین ایران تا چه حد بازدارنده هستند؟ و وظیفه این گونه خطاها هم باید بگیم که به عهده چه کسیه؟ آیا پزشک مسئولیت بیشتری داره یا بیمار هم مسئولیت داره؟ هیچ شکی وجود نداره که در تمام دنیا خطاهای پزشکی اتفاق میفته و یه مقدارش بر اساس خطاهایی که هر انسانی ممکنه بکنه که شامل پزشکان هم میشه. البته یکی در مورد چه کارهایی میتونیم بکنیم که از این خطاها یاد بگیریم و جلوگیری بکنیم و درصد خطاهای آینده رو کم کرده بتونیم بکنیم، و آیا در این زمینه به اندازه کافی در حال حاضر کار انجام داره میشه و اگر نمیشه چه کارهایی رو بعد انجام بدیم. و مسئله دیگه اینه که وقتی که یه خطایی انجام میشه بستگی به درجه و شدت خطا هستش. خطایی هستن که بسیار حاد هستن و باعث از دست رفتن مریض میشن و اون خطاها 100% مخصوصا که اگر بر اثر سهل‌انگاری پزشک و بقیه افراد بهداشتی اتفاق افتاده باشه واقعا شایسته مجازات هستش. و اینکه چه مجازاتی باید تعیین بشه بستگی به هر جامعه داره، جامعه ها با هم فرق میکنن، ولی 100% مجازات ها هستن که یه راه جلوگیری هستش برای که این رو به همه نشون میده که نمیتونن سهل انگاری کنن و باید دقت بیشتری داشته باشن. ولی خطایی هم هستش که انجام میشه و نباید انجام بشه، ولی آنچنان ضرر بزرگی به بیمار نزده و اون خطاها هم باید در موردش صحبت بشه. و یک چیز خیلی مهم اینه که این حق حقوق بیمار هستش که اگر خطایی انجام میشه حتما به بیمار اطلاع داده شده باشه و بعد بلافاصله اقداماتی بشه که از این خطاها در آینده جلوگیری بشه.
حتما در این رابطه هم بیشتر صحبت خواهیم کرد. خانم دکتر اسراری، ممنون از توضیحی که دادین. مسئله حق و حقوقی که بیماران دارن و باید اطلاع داشته باشن و اون رابطه‌ای که بین پزشک و بیمار هست که در قسمت بعدی جزء سوالات من خواهد بود. برمیگردیم به شما. ممنون. آقای داریوش از تهران روی خط هستین. سلام بفرمایید. سلام خانم. سلام. سلام. بفرمایید. روی خط هستین. خسته نباشید. عرض کنم به حضورتون خوشبختانه الان پزشکان ایران در سطح دنیا از نظر سواد و حذاقت واقعا معروف هستند و شکی هم در این نیست. ولی متاسفانه این معلومات خودشون، این سواد خودشون، این حذاقت خودشون رو به نحوه اصلا مشمول هموطنان ما نمی کنن. مسائل مادی رو بر مسائل معنوی و علمی خودشون ترجیح میدن. البته بهتره، ببخشید آقای داریوش، من میانه کلام شما صحبت میکنم، ولی بهتره که بگیم برخی از پزشکان، چون بله منم عرض کردم. بله. من عرض کردم برخی از پزشکان، همه نه. بله. چون چیز مطلق وجود نه، نسبیه. عرض کنم به حضورتون، خدا میدونه مریضا میرن 3 ماه 6 ماه نوبت بگیرن برای مطب، از شهرستان ها میان این ور اون ور. خب بعد اینها میرن پیش پزشک، این پزشک حاضر نیست 5 دقیقه با اینا صحبت کنه. اینا میگن آقا مشکل ما چیه؟ توجه کردی؟ اصلا رعایت مسائل کلینیکی، یعنی که معاینه کنه، سوال کنه، جواب کنه مشکل چیه، اصلا. به معنی که مریض 2 کلمه حرف میزنه، حرفش قطع میکنه و یه نسخه میرسه دستش. مثلا اگه بار دوم باشه یه نگاهی به پروندهش میکنه، دیگه هیچ. خود پزشک مریضان شکایت میکنن که آقا ما اومدیم ویزیت اینقدر دادیم، نمیدونم فلان، عملای جراحی سنگین میکنن پشت میزی. آقای داریوش، شما خودتون به عنوان یک شهروند ایرانی آیا از حق و حقوق خودتون با خبر هستین؟ زمانی که به پزشک مراجعه میکنین آیا درباره مراحل بیماریتون، مراحل درمانتون سوال میکنین از پزشک؟ بله. ببخشید من خودم اطلاع دارم، میدونم منظور شما چی هستش، همه اینا درست، اما من نه، من فقط سوال خودم... کردم از شما آقای داریوش. بله توضیح میخوام بدم ولی حرف ما قطع میکنن، نمیذارن، اکتفا میکنن 3-4 کلمه که اطلاعات بدیم همش. و این خدمت شما عرض کنم که و این کل هموطنان ما اکثرا این گله دارن، تا هم میریم آقای دکتر به حرف ما گوش نمیده، یه نسخه میسه بعد میگه آقا 6 ماه دیگه بیاد فرهن. بعد ویزیت های خیلی سنگین که واقعا از به اصطلاح توان هموطنان ما خارجه، اینا قسم خوردن نمیدونم فلان، این حرفا، باید مسائل معنویشون رو بر مسائل مادی ترجیح بدن. متاسفانه اینا مشغول کارهای دیگه هستن، سرمایه هاشون رو جای دیگه خرج میکنن. خیلی ممنون آقای داریوش که در برنامه شرکت کردیم. ممنون. بفرمایید. ممکنه من یک جمله رو اینجا حتما بگم؟ بفرمایید. من تعجبم از این هست، من موافق هستم با این بیننده عزیز که اگر پزشک فقط خیلی مدت کم 5 دقیقه با مریض میگذرونه، چطور میتونه از علائم بیماری این مریض آگاهی درست پیدا کنه و تشخیص درست بده و درمان درست بکنه. سوال اینه که اگر یه همچی شرایطی وجود داره، چطوره که بیماران بیشتر ترجیح میدن به این پزشکا مراجعه کنن و 6 ماه 3 ماه صبر کنن و بعد فقط 5 دقیقه بگذرونن؟ این شرایط درست نیست، این معیارای یک پزشک خوب نیستش. پس این قدرت در دست بیمارا هستش که سراغ چنین گروه پزشکی نرن که زمان کافی با مریض نمیگذرونه. مثلا اینجاست که اگر که مامان یک پزشک ما وقت نگذرونیم که بدونیم بیمار از چه عارضه‌ای داره رنج میبره و بیماری رو درست تشخیص ندیم، درمان رو هم درست نخواهیم کرد. ممنون. امیررضا از مشهد روی خط هستین. سلام بفرمایید. روز خسته نباشید، روز پزشک رو تبریک میگم. یکی از مسائلی که ما مشکل داریم جامعه ما، من فکر میکنم کلن بحث همین بیمه های تامین اجتماعی، چون فراگیر نیست و پزشکان کلن همیشه مجبور میشن، برخی از پزشکان مجبور میشن بیمار رو به صورت، یعنی پول میبینن، مادیات میبینن نه معنویات. به همین دلیل من بارها خودم برخورد کردم، رفتم تو یک مطب دکتر، دیدم خیلی شلوغ بوده، دکتر اومده سه تا بیمار رو می
آورده توی اتاق بدون اینکه چند دقیقه وقت بگذاره، خیلی سریع، فقط برای اینکه مثلا ممکنه یک دکتری مشکل مادی داشته باشه، هرچی بیشتر بتونه پول در بیاره. برخی از پزشکا، قطعا برخی از پزشکا، ولی خب اینم مشکل جامعه ماست، چون که بیمه های تامین اجتماعیمون ضعیف هست. الان همین مهمان برنامه‌تون که میفرمان میگن نرید پیش همچین پزشکایی، خب ما اونقدر مردم ها اونقدر دکتر خوب سراغ ندارن که هر کدوم میخوان انتخاب بکنن. بله. یک سری دکترها هستن تو شهر ما مشهد که اسم در کردن، همه مجبورن ماها اونجا وقت صرف کنن تا وقت بگیرن، بعد میرن فقط 2 دقیقه حتی موفق نمیشن با دکترشون صحبت بکنن، سری یک نسخه 20 مدل دارو مینویسن و خیلی هم مشکلات اینجوری پیش میاد. بله. خیلی ممنون از شما آقای امیر رضا که با ما تماس گرفتین. اجازه بدین نگاهی هم بکنیم به نظرات شما در شبکه‌های اجتماعی. یکی دیگه از، البته پیش از اون اجازه بدین، ما درباره خطاهای پزشکی صحبت کردیم. خبرگزاری ایلنا هم متن یادداشتی بهمن کیارستمی رو که همزمان با روز پزشک منتشر کرده بود در صفحه خودش گذاشته، میگه بالاخره از پرونده پزشکی ابوی رونمایی شد به گفته وکیل محترممون. از اونجا که هنوز رأی نهایی صادر نشده نمیتونیم درباره جزئیات اونچه در پرونده مشاهده کردیم صحبت کنیم، اما نقل یک جمله کلی از پزشک معالج به نظرم میگه بی اشکاله و میگه که در منزل روند بهبودی بیمار کاملا رضایت بخش بود. این رو آقای بهمن کیارستمی گفته و تصویری از پدرشون رو به اشتراک گذاشته، تصویری که دیدین، و گفته این عکس رو اوایل تیر ماه و پس از 2 ماه درمان کاملا رضایت بخش که بوده در منزل از اون گرفتم. روز پزشک مبارک. اما نظری رو که میخوام براتون بخونم از بنی هستش، در پاسخ به این پرسش که چرا رفتار برخی از پزشکان متناسب با شأن اجتماعی اونها نیست، میگه به نظر من این تربیت به تربیت اشخاص و محیطی که پرورش یافتن بستگی داره. با توجه به این شرایط عده‌ای دچار عقده حقارت و عده‌ای دیگه درگیر خود بزرگ بینی میشن. متاسفانه تعداد پزشکان با نسخه های متفاوت و موش آزمایشگاهی قرار دادن مردم قصد افزایش تجربه و علم خودشون دارن و عده‌ای در تجویز دارو به راحتی نظر بیمار رو دخیل میکنن. حامد بهداد که بازیگر ایرانی هست در صفحه اینستاگرامش به اعتراض به خطاهای پزشکی تصویر ابو علی سینا رو وارونه به اشتراک گذاشته، که البته این پست 15,000 بیشتر از 15,000 کامنت دریافت کرده که الان من میبینم 16,000 کامنت دریافت کرده و موافقان و مخالفان بسیاری داشته که چرا این کار رو انجام داده، ولی قصدشون فقط اعتراض به خطاهای پزشکی بوده. فرناز یکی از کاربران توییتر میگه اگر پزشک هستی دیگه متعلق به خودت نیستی، اگر متعلق به خودت هستی دیگه پزشک نیستی. اینم توییتی بود یکی از کاربران توییتر. امیر یکی از کاربران توییتر هستش، اون هم میگه جا داره روز پزشک رو تبریک بگیم به هزاران پزشک گمنام و زحمتکشی که در شهرها و روستاها مشغول خدمت به مردم هستن و خیلی ها رو از مرگ نجات میدن. برمیگردیم به تلفن ها، البته پیامی هم داریم، اجازه بدین پیامی رو با هم گوش میکنیم بعد میرنیم سراغ تلفن ها. سلام و وقت بخیر خدمت شما عزیزان زحمت کش. دکترای ما در خدمت مریضای پول دارن. اگر مریضی پول نداشته باشه یعنی باید دیگه فکر کنی که از بیمارستان بر نمیگرده. چرا وقتی یه دونه چشم آدم که آب مروارید آورده، من خودم عمل کردم، یه دونه چشم 3 میلیون، بابت اون یه چشم یکم 3 میلیون. دکتر شخصی، مطب شخصی، کلینیک خیلی شخصی، خیلی خوب. اگر پول داری راحتی، هر مریضی میخوای داشته باشی، پول داشته باشی خیالت راحته. دکترای ما آدم های باشرفی هن، ولی پولو که میبینن دیگه خیلی تعبیدت میگرن. اگه پول نداشتش اصلا بمیریم اصلا محلت نمیزن. الان
آقای بهروز از کرج روی خط هستین. سلام، بفرمایید. سلام، بفرمایید. ببینید، هم من معتقدم نوع کار و حرفه افراد واقعا ارتباط مستقیم داره با شخصیت های افراد. هر شخصی که بعدی بخوایم شخصیت رو بررسی کنیم واقعا ارتباط مستقیمی داره با حرفه اون افراد. حالا پزشک هم همینطور مستثنا نیستن و تو جامعه ایران پزشک هم در بین جامعه از یک شخصیت خوبی برخوردار هستن، ولی متاسفانه گاهی اوقات با یک سری افرادی که میخوان این شخصیت رو تخریب کنن، حالا من کاری ندارم، اون انتقاد هستش به نوع عمل کرده بعضی از پزشک، شما نمیتونیم همه رو به یک چشم ببینیم. بله. ولی اینکه ما با تخریب کنیم، بعد با تخریب نمی کنیم، اون حرفه رو ما داریم تخریب میکنیم. و من یک جدیدم که خانم مسیح علی‌نژاد خیلی ممنون از شما که در برنامه شرکت کردین. آقای رستمی از تهران روی خط هستین. سلام، بفرمایید. سلام، خسته نباشید. ممنون. من میخواستم اول از کلیه پزشکای ایران تقدیر و تشکر بکنم. پزشکای ایران جز زحمتکشترین قشرهایی هستن که توی ایران زندگی میکنن. اینها هر کدوم بیش از 20 سال زحمت کشیدن، درس خوندن تا به اینجا رسیدن. از نظر مادی باید حتما تامین باشن، حقشونه، به خاطر اینکه این همه زحمت کشیدن، درس خوندن، بعد به همه هم میرسن، وقت زیادی هم صرف بیمارا میکنن. حالا نمیدونم چرا جامعه ما زوم کردن روی پزشکا، اخشار دیگه نیستن، مثلا قضات، مدها، روحانیت، اینا هیچ کدومشون قابل انتقاد نیستن. البته قطعا مثلا شما پزشکا یه مقداری ظلم شده، قطعا مسئله شما درسته، اشاره درستی میکنین، ولی شاید به این دلیله که همونطوری که در ابتدای برنامه هم ما اشاره کردیم، به دلیل حساس بودن شغل پزشکی و اینکه با جان انسانها در ارتباطه، به همین دلیل زیر ذره‌بین کار پزشکان. ممنون از شما که در برنامه شرکت کردین. برمیگردیم به مهمان برنامه‌مون، اما پیش از اون اشاره‌ای میخوام بکنم به صحبتی که دکتر علیرضا زالی داشته، رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران، که تاکید کرده بر وظیفه این سازمان و آماری رو هم ارائه داده از تعداد دادسراهای رسیدگی به تخلفات، هیئت‌های تجدید نظر و همین طور کارشناسان، و اشاره کرده به تعداد پرونده های شکایت ها. میگه در سال 94 5600 پرونده به شکل دادسرا و 7000 مورد نیز هم به در پزشکی قانونی در سراسر ایران ثبت شده. میزان تخلفات پزشکی هم در سازمان پزشکی در سال 94 نسبت به 93 11% رشد داشته. اما آمار پرونده های پزشکی در حوزه تخلفات در پزشکی قانونی 7.9% رشد داشته. آقای زالی همچنین گفته بیشتر شکایت ها مربوط به حوزه زنان و زایمانه. شکایت از پزشکان عمومی در رتبه دوم قرار داده و همچنین 60% این پرونده ها مرتبط با عوارض بیماری بوده. اما صحبت دیگه ای رو در رابطه با مسئله تخلفات میخوام براتون بگم. استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران آقای دکتر کامران آقاخانی گفتن در دهه اخیر شاهد رشد چشمگیر میزان شکایات پزشکی بودیم. دکتر آقاخانی البته به برخی از مشکلات قشر پزشکی هم اشاره کرده. نبود بیمه مسئولیت حرفه‌ای برای کادر درمانی و همچنین عدم حمایت قوی از جامعه پزشکی. و گفته حدود 65% شکایت‌ها به تبرئه شدن پزشک ختم میشه. اغلب شکایت از پزشکان ناشی از تفهیم دقیق بیمار و همراهان وی نسبت به سیر درمان و عوارض اونه. همین مقام مسئول گفته در صورت توضیح کامل پزشک و کادر درمانی به بیمار و همراهان اون درباره مسیر درمان، خطرات و عوارض درمانی، اخذ رضایت و براءت از بیمار و شروع درمان با آگاهی کامل بیمار، قطعا بیشتر از 70% این شکایت ها مطرح نخواهد شد. خانم دکتر اسراری، همونطور که اشاره شد، توضیح کامل پزشک به بیمار و همینطور همراهان درباره پروسه درمان تا چه حد اهمیت داره؟ شما البته یه اشاره ای هم کردین در صحبت قبلتون، ولی ازتون میخوایم که یه مقدار توضیح جامع تری به ما بدین. بفرمایید. این مسئله فوق العاده مهم هستش و البته لازمش اینه که پزشک و بیمار و خانواده بیمار بتونه
بتونن با هم یه وقت مناسبی رو با هم بگذرونن در طول ویزیت. و اینو شنیدم که یکی از مشکلات اینه که وقت خیلی محدود هستش بین پزشک و بیمار، ولی اگر که این توضیحات داده بشه که همینجوری که شما فرمودین که بیماری در چه مرحله‌ای تشخیص داده شده، چه درمانی براش وجود داره و چه بهایی باید پرداخت بشه، چه عوارض جانبی انتظار هستش که اتفاق بیفته تا این درمان داده بشه، و بعد چه درصدی احتمال علاج قطعی وجود داره یا بهبودی اون بیماری وجود داره، اگر این کاملا واضح باشه بین برای بیمار و این صحبت ها انجام شده باشه بین پزشک و بیمار، خیلی از این مشکلات حل میشه و سوء تفاهم پیش نمیاد. ولی واقعیت اینجاست که این وقتی که در بیماری انقدر استرس برای بیمار و افراد خانواده بیمار زیاد هستش، حتی تحقیقاتی که شده ممکنه 50% این صحبت ها که اتفاق میفته جذب نشه و بیمار و افراد خانواده بیمار بعد از اینکه مطب رو ترک کنن فراموش کنن. برای همین خیلی مهمه که اینها این چیزا به صورت مدرک هم درست بشه، این چیز و این کتبی بهشون ارائه بشه، کتبی ارائه بشه و پزشک امضا کنه این مدرک کتبی رو و بیمار امضا کنه، و این در واقع یه قراردادی هستش بین بیمار و پزشک که کاملا دو طرف موافقت کردن که این سیر بیماری و سیر درمان و سیر عوارض جانبی چی خواهد بود و وقتی که این چیزا پیش بیاد چجوری باش برخورد خواهند کرد. ممنون. اجازه بدیم برمیگردیم به تلفن ها. آقای پیام از مشهد روی خط هستین از طریق اسکایپ، بفرمایید. سلام. سلام خانم ایران دوست، وقتتون بخیر. ممنون. خانم ایران دوست، من میخواستم در رابطه با این صحبت کنم، چند تا مطلب میخوام بهتون بگم، امیدوارم امروز به من وقت بدید. اگر مطلب اولی که ممنون میشم. بله، مطلب اولی که میخوام بگم، ببینید ما باید واقعیت ها رو در نظر بگیریم. در کشور ما الان 36,000 تا دکتر متخصص وجود داره که اگر از این 36,000 تا نگاه کنیم تقریبا حدود 20,000 تاشون جزء حاضقین هستن، 16,000 تا دکترایی هستن که از طریق سهمیه اومدن و خب اونا معمولا شاید در تشخیصاشون اون دقت و اون حاضق بودن بقیه دکترها رو نداشته باشن. عملا وقتی ما 20,000 تا رو به جمعیت ایران تقسیم کنیم، تقریبا برای هر 3,000 نفر یه دکتر تخصص بالا وجود داره که معمولا این دکترهای متخصص چون در شهرستان‌های مرکزی وجودن، یعنی شهرستان‌های اصلی وجودن یا در تهران متمرکز هستن، خب حجم مراجع کننده به اینها بالاست. الان مهمان شما میگه که خب نرم پیش اینا، این از دور نشستن صحبت کردنه. دکتری که عملکردش خوبه، دکتری که از هر 200 تا مراجع کننده شاید یک نفر یا دو نفر ناراضی داشته باشه نسبت به عملکرد اون دکتر، خب متقابلا همون 190 تا 195 تا بیماری که نتیجه مثبت میگه خودشون تبلیغات مضاعف میکنن برای اون آقای دکتر. عملا ما اگه بخوام استاندارد نگاه کنیم، سطح استاندارد که در آمریکا هست یا در اروپا هست برای هر بیمار، برای هر پزشک 200 تا 250 تا بیمار تعریف شده، و الان یعنی در کشور ما دکترای متخصصمون، دارم بازم تاکید میکنم، دکترای متخصص حاضرمون حدودا 20,000 تا که به جمعیت کشور 3,000 تا 3,500 است، و وقتی که یه دکتری بعد از اون وارد مطبش میشه و 300 تا مراجعه کننده میبینه و این 300 تا رو بعد در 3 ساعت جواب بده، یقینا هیچ چاره نداره که سه نفر برن داخل، و اون از اون تجربهش استفاده میکنه، و خب یک ضرب المثل ما در ایران داریم میگیم کار نیکو کردن پر کردن. اون دکتر وقتی که روزی 300 تا مریض رو داره میبینه، شما فکر نمی‌کنید این کار همونطور که مهمان برنامه هم گفتن خطای پزشکی رو بالا میبره؟ 100% بالا میبره، ولی بازم دقت کنید ببینید چه تعداد مراجعه کننده. یه پزشک فوق تخصصی که در سطح کلاس A جهانی وجود داره در ایران و روز و در ماه 3000 تا بیمار رو میبینه، اگر تو 3000 تا بیمارش 50 تا 60 تا خطا داشته باشه قابل اغماز به نسبت 3000. نه اینکه مثلا در کشورهای پیشرفته
یه پزشک ممکنه نهایتاً 100 تا بیمار در یک ماه ویزیت کنه. خب در 100 تا معمولاً بله در 100 تا باید 2 تا خطای پزشکی داشته باشه. اما ما مشکل اساسیمون اینه که ما پزشک متخصص و کارآمد به نسبت جمعیت نداریم. پیام میتونم ازت خواهش کنم صحبتت رو یه جنبندی کلی داشته باشی کوتاه ما. بله یه نکته می‌خواستم اینو بگم. یه نکته دیگه هم که وجود داره، ما در کشورمون حجم بیمارامون خیلی زیاده خانم، که این ریشه‌ایه. دو تا علت اصلی برای که ما چرا تعداد بیمارام در کشورمون زیاده. یکیش مشکلات فرهنگیه، دوم مشکلات فقریه. فقر رو خب مشکلات خط زیر خط فقر بودنه که با تولید بیمار میکنه. دومش هم مشکلات فرهنگیه که مردم یاد ندارن پیشگیری بکنن. مثلا خیلی از مردم از نظر معیشتی شاید موقعیت خوبی باشن، ولی مصرف لبنیات و مصرف الگوهای درست مواد غذایی رو رعایت نمیکنن. در نتیجه ما حجم مراجعه کنندگانمون در ایران به پزشکا 2.5 برابر نرم جهانی، همونطور که مثلا تو قوه قضاییه هم همینجوره. ما 18 میلیون پرونده قضایی داریم، خب مشخص قوه قضاییه نمیتونه جواب بده. خیلی ممنون. همین مشکل تو بهداشت و درمان هم داریم. ممنون پیام که در برنامه ما شرکت کردی، ممنون از توضیحاتت. خانم دکتر اسراری اگر توضیحی در این رابطه دارین بفرمایین، درباره شما صحبت کردم و نظری که داده بودین بفرمایین. من خیلی موافقم با این بیننده عزیز در مورد نکته‌ای که گفتن. واقعیت اینجاست که وقتی که تعداد پزشکا نسبت به بیماران کمتر، یعنی خیلی کم هستش، چاره‌ای نیستش، یا باید بیمار رو ندید یا اینکه باید وقت رو کمتر گذروند باشون. بنابراین خیلی مشکل عظیمی هستش از این نظر و باید یه تعادلی به یه صورتی برقرار کرد. البته این میگم بسته به خطاهایی که میشه، من ارقام ایران رو اطلاع ندارم، ولی اگر که این باعث میشه که خطاها خیلی به این شدت دو برابر بشه و اینا، بنابراین باید یه چاره براش پیدا کرد، برای که قابل قبول نیستش که خطا اینقدر باشه. ولی کاملا موافقم که مشکل اصلی کمبود پزشک ها هستش. خیلی ممنون. آقای مشفق از تهران روی خط هستیم، بفرمایید. سلام. خدمت شما عرض سلام و ادب و احترام دارم. سرکار خانم ایران دوست، خدمت خانم دکتر اسراری هم همینطور. من واقعا تشکر میکنم از آقای پیام با بهترین نظری که از ابتدای برنامه تا به حال پخش شد. فکر میکنم نظر این برادر عزیزم بود. روز پزشک رو به همه اطباء و همه دندان پزشکا، داروسازها، همه پزشکان متخصص عمومی و همه کادر پزشکی تبریک میگم و آرزو میکنم برای شما و همکارانتون و همه هموطنان که به قول حضرت دوست، تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد. انشالله که همه هموطنان ایرانی در هر جای دنیا که هستن نیازمند ناز طبیبان نباشند. خانم ایران دوست، ببینید، پزشکای ما باید این رو بدونن که یک فرد وقتی بهشون مراجعه میکنه به عنوان و در جایگاه یک مریض مراجعه میکنه. هیچ انسانی در شادی و سلامتی و آسایش و آرامش به پزشک مراجعه نمیکنه. دانستن این مطلب و اینکه اون روحیه و درد اون بیمار رو بتونه احساس بکنه، یه درک نسبی از شرایط اون بیمار داشته باشه، از یک سرماخوردگی ساده فصلی تا بدترین سرطان‌ها و بیماری‌های صعب العلاج رو وقتی به پزشک مراجعه می‌کنن، پزشک اگر اون وجدان پزشکیش رو در کنار اون تعهد کاری و در کنار اون قسمی که خورده که دردی از روی درد دردمندی برداره و این رو به عنوان یک ذخیره الهی و یک ذخیره‌ای برای آخرتش و نتیجه اعمالش در دنیا بخواد حساب بکنه، شرایط برخوردش و خدمتی که به اون بیمار میده کاملا متفاوته. یکی از بینندگان عزیز اومد یک پیامی پخش کردید، ایشون فرمودن که با پول در ایران میشه خدمات ویژه‌ای گرفت. پیامش رو تا آخر پخش نکردید. من فکر میکنم چند جمله شاید بیشتر میتونست ایشون فرمایش بفرماد. کاملا درسته خانم ایران دوست، نمیتونیم این رو از سنی صورت مسئله رو پاک بکنیم. متاسفانه، من حالا نمیخوام بگم متاسفانه، شاید اصلا لفظ تاسف هم درست نباشه، در بیمارستان‌های خصوصی و در مطب اطباء درجه یک تهران که من دارم زندگی میکنم و من خودم مراجعه کردم و بستگانم رو بردم برای مداوا، با پول خدماتی رو گرفتم که اون پیرزن و پیرمردی که یه دفترچه مچاله شده بیمه تامین اجتماعی
کف دستش گرفته و از پشت کوه‌ها و روستاهای لرستان و ایلام و سیستان و بلوچستان آرستان میلاد اومده و جز خدا کسی رو برای درد خواهی نداره، واقعا اون خدمات رو به اون نمیدن. ولی به منی که پول دارم و هزینه میکنم و پزشک خصوصی میبینم و به پزشک معالج مادرم من گفتم که دست آقای مشفق خیلی ممنون، عذر میخوام، من مجبورم صحبت شما رو قطع کنم، یه مقدار طولانی شد با توجه به تلفن‌های زیادی که من پشت خط دارم. با شرمندگی من کلام شما رو قطع میکنم. اجازه بدین چند نظر هم از شبکه‌های اجتماعی براتون بخونم. افشین یکی از کاربران میگه مشکل اساسی که برخی پزشکان دارن اینه که به دید حقارت به بیماران نگاه میکنن. امیر توییت کرده میگه فکر میکنم به جای اینکه بیایم روز پزشک رو به پزشکان تبریک بگیم، بهتره در زندگی روزمره قدرشون رو بدونیم و اشتباه عده‌ای رو به پای همشون ننویسیم. عابد معتقد جامعه‌ای که در اون پزشکان نسبت به سایر عوامل جامعه از احترام بسیار بیشتری برخوردارن، اون جامعه بدون شک بیماره. بسیاری از کاربران فضای مجازی هم از رفتار بد برخی از پزشکان گلایه کردن. سوالی رو به اشتراک گذاشتیم، چرا رفتار برخی از پزشکان متناسب با شأن اجتماعی اونها نیست؟ آدیا میگه متاسفانه پزشکان ایرانی خودشون رو قشر برتر میدونن و به خاطر عشق به پزشکی وارد این رشته تحصیلی نشدن و دلیلش به دست آوردن اعتبار و جایگاه اجتماعی و به همین دلیل متاسفانه این گروه با عشق کار نمی کنن. در ایران متاسفانه شغل پزشکی مقدس شده. پیامی داریم که با هم گوش میکنیم. سلام خدمت خانم ایران نوش و مهمان محترم و تمامی بینندگان گرامی. لطفاً از مهمانتان بپرسید که چرا اکثر دکترهای ایرانی خوب و درست با بیمار حرف نمیزنن و همین که بیمار از بیماریش چیزایی را گفت، دکتر دیگه حرفهای بعدی را گوش نمیده، همچنان نسخه را مینویسه. و لطف کنید بپرسید زمان گفتگوی دکتر با بیمار چه مدتی است؟ با تشکر، خداحافظ. با یاسد بیننده بخش فارسی صدای آمریکا باشید. دکتر اسراری تقریبا به انتهای برنامه رسیدیم، دقایقی بیشتر باقی نمونده به پایان برنامه روی خط. به عنوان جمع‌بندی، حالا اگر بخوایم درباره کل صحبتایی که کردیم، درباره خطاهای پزشکی صحبت کردیم، در مورد اخلاق پزشکی صحبت کردیم و باید چه مواردی رو پزشکان رعایت بکنن، چه حق و حقوقی بیماران دارن و اونها چه مسئولیتی دارن هم صحبت کردیم، به هدف از طرح این شکایات چیه؟ چرا باید مریضا شکایت کنن؟ آیا فقط هدف مجازات پزشکانه یا نه؟ 100% هدف اصلی بعد این باشه که چطور میشه شرایط رو بهتر کرد و تعداد خطاها رو کمتر کرد. و اگر که فقط تمرکز کنیم روی مجازات، مطمئنم به این هدف نخواهیم رسید. کاملا موافقم که اگر یک سهل‌انگاری پزشکی انجام شده باشه شایسته مجازات هست، ولی از همه مهمتر این فرهنگ رو باید ایجاد کرد که و بر طبق قوانین هم این رو باید خواست که هر زمانی هر اشتباهی پزشکی اتفاق میفته، چه کوچک و چه بزرگ، این باید مریض اطلاع داده بشه و همینطور باید این به قسمت های بالاتر، به دولت، به نظام پزشکی اطلاع داده بشه و از این درسی گرفته بشه و روش تحقیق بشه که چطور چه اتفاقی افتاده و چطور میشد از این اتفاق جلوگیری کرد تا بتونیم از خطاهای آینده جلوگیری کنیم. بنابراین من فکر میکنم مهمترین قدمی که میشه برداشت در حد بهبود کردن همینه که روی اشتباهات در موردش صحبت بشه، نه اینکه پنهان بشه و راجب این کاملا بحث بشه که چطور میشد از اون اشتباه جلوگیری کرد. خیلی ممنون از شما خانم دکتر فریبا اسراری، مدیر مرکز سرطان در دانشگاه جان هاپکینز از بالتیمور، از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین و در برنامه حضور داشتین سپاسگزارم.
باعث افتخار من بود. خیلی متشکرم که از من خواستین شرکت کنم. ولی ما وقت داریم که دو تا از سوالای بینندگان رو جواب متاسفانه به انتهای برنامه رسیدیم. قطعا ما برنامه خواهیم گذاشت و در خدمت شما در برنامه‌های آتی خواهیم بود. خیلی متشکرم که منو داشتید. ممنون. علی از بیجار از بینندگانمون روی خط هستین. آقای علی زمانمون خیلی کوتاهه، بفرمایید. سلام. بله سلام علیکم. خسته نباشید خانم ایراندوز. ممنون. خانم ایراندوز، ما سال 84 تصادف کردیم. پسرم اون زمان سال آمادگی بود. بعد این دکتر اسمش نمیارم، وقتی که ما رو بردن اینجا من کسی نداشتم، چون تنها خودم بودم. سال آمادگی بود، این رانش شکسته بود، ران راستش. بعد وقتی که ران راستش شکسته بود، اون اومد پلاتین گذاشت رو پاش. بعد یه دکترها اومدن، بعدن اومدن که نگاه کردن، گفتن ای بچه چرا پلاتین گذاشته رو پاش؟ این نباید پلاتین میذاشت. وزن انداخت رو پاش، حالا عصب پاش اساس داره، موچ پاش اصلا بالا با پایین نمیکنه. حالا سر من داد میذاره، سر من خیلی چی مهنت میذاره، میگه تو منو فلج کردی، تو باعث من، منم توان مالی ندارم، حقیقت ندارم. حالا پسرم بزرگ شده، شب و روز داره سر من داد میزنه، میگه تو باعث من شدی. ما متاسفیم آقای علی که این اتفاق برای شما افتاده و امیدوار هستیم که کادر پزشکی صدای شما رو بشنون، امیدوار هستیم که کمک بگیرین از این طریق. آقای شهرام از تهران روی خط هستین. سلام، بفرمایید. از طریق اسکایپ. خیلی ممنون، قربان شما، خدا. آقای شهرام از تهران روی خط هستین. سلام، بفرمایید. سلام، خسته نباشید. ممنون. خواهش می‌کنم. سلام علی خان، ایران دوست و همکارانتون. عرضم به حضورتون، ببینید شما نقد بررسیاتون توی کشور سالمه. ایران یک کشور سالم و طبیعی نیستش که. ببین بیشتر عوامل مریضی ایران هم ژنتیکی هم ارگانیسمیش، نوع تغذیه، خیلی مسائل جانبی داره. شاید بیشتر بیماری‌ها حالت روانی داره. بعد تعداد جمعیت نسبت به تعداد بیمار نیست. هرچی ما امکانات بیمارستانی داریم، مال زمان شاهه. 4 تا عمله اینا ساختن، ولی ربطی نداره. اون دکتر بدبختم، خدا پدر تمام دکترهای اینا بیامرزه، واقعا دکترهای اینا تشکر میشه کرد از همشون. تو شرایط ایران شما میتونی صحبت کنی. ایران یک کشور طبیعی نیست مثل افغانستان، مثل عراق. یک کشور به هم ریخته است. دکترش هم عشق نداره. به خدا میگم من لای 50 تا دکتر در ارتباطم، منتظر یه موقعیت پیش بیا، پول دستش بیاد، در حتی 2 درجه دانگرش از موقعیت که داره توی کشور دیگه زندگی کنه. چون اینجا ما مشکلات جانبی داریم و عوامل بیماری ها عواملی نیست که به وجود اومده و در حالت طبیعیه، حالتیه که به وجود میارن تو جامعه ایران. حالا این شرایط خیلی هم چیز نیست که مثلا بازش کنیم، مثلا الان وقتم نیست من باز خیلی کنم. خیلی ممنون آقای شهرام که خواهش میکنم. ممنون از شما که شرکت کردن. البته ما از ابتدای برنامه صحبت‌های بسیاری از مسئولین رو هم بهشون اشاره کردیم، اقدامات زیادی هم صورت گرفته و امیدواریم که این وضعیت بهبود پیدا بکنه. مرتضی از بینندگانمون از مشهد روی خط این. سلام، بفرمایید. سلام خانم ایران دوست. سلام، بفرمایید. خانم ایران دوست سلام، خسته نباشید. خانم ایران دوست، نگاه کنید، مواد غذایی ما در توی ایران صفره. از نمک گرفته تا شیر گرفته تا لبنیات گرفته، همه چی. دکترام هم در این حدود همه پولیان. پول دادی البته آقای مرتضی، بهتره که بگیم برخی از دکترانمون، ما بسیاری از نمونه ها رو داشتیم. من نگفتم که همه دکترا، بعضی از دکترام واقعا پول کیه. مسئولین هم هر چی داد میزنن سر اینا فایده ای نداره، هیچ که هیچ گناهی نداره. توجه کردین هیچ کسی گفت اینا هر کار میکنه، همه پولی شده. از نمک گرفته ماست گرفته لبنیات گرفته، همه تقلب شده. تو سرکه چیه؟ سرکه تقلب شده. برای که کارخانه جنسای استاندارد نمیدونم. خیلی ممنون آقای مرتضی که تماس گرفتین. آقای امیر از تهران روی خط هستین. سلام، بفرمایین. کمتر از 30 ثانیه شما وقت دارین، بفرمایید. سلام عرض میکنم سرکار خانم ایران دوست. ممنون. و تمامی بینندگان و شنوندگان صدای امریکا. من فقط یه در یک جمله کوتاه میخواستم خدمت رو عرض کنم که پدر من که انشالله خدا عمر بهش بده و سایش رو سر من باشه، تا به حال 10 بار بستری شده در بیمارستان. 2 بارش که به خاطر شکستگی مفصل های رانش بوده و مفصل های هیپش بوده
و یکی از این بارهایی که رفتش بیمارستان من خودم متوجه شدم که مثانه پدرم متورمه. من خودم نرس هستم و بردیم بابا رو اون قسمتی که سونوگرافی میکردم و سونوگرافی تشخیص داد که مثانه پدر پره و همون موقع بابا رو ریفر کردم به یه آقای دکتر جهاز هاضمه یا یورولوژیست که ایشون اومد دید و باید تشخیص داد که باید عمل بشه پروستات ایشون. منظورم اینه که کسانی که مریض دارن در بیمارستان ایدان اگر کسی که وارد باشه به بیماری و بیماری مختلف اگر همراه اونها باشه میتونن به لطف خدا اون مریضشون رو از مشکلات جدا کنن. اگر نباشه کسی باشه که نفهمه چه مشکلی هستش بعدا اون مریضشون ممکنه هیچ وقت خوب نشه و هیچ موقع تشخیص کافی داده نشه. یه مسئله هست بنامه حالی ممنون از شما که در برنامه شرکت کردین و ممنون از اینکه اشاره کردین به آگاهی بیماران نسبت به حق و حقوقشون. عذرخواهی میکنم از آقای سعید از ترکیه که وقت نشد باشون صحبت کنیم و اما در ادامه با ما همراه باشین با پرمخاطب ها از شبکه های اجتماعی. واکنش تند روزنامه کیهان و تیتر یک سه‌شنبه این روزنامه از پرمخاطب‌های فضای اجتماعی بوده. کیهان تیتر زده 1% کنسرت‌ها مهم‌تر از 60% تولید. روزنامه کیهان در سرمقاله سه‌شنبه خودش به قلم حسین شریعت‌مداری با انتقادات تندی نسبت به حرف‌های دوشنبه آقای روحانی نوشته: آقای رئیس جمهور، نگاهی به اطراف بیاندازید. بیش از 8 میلیون نفر از مردم این مرز و بوم با بیکاری و در نتیجه سختی معیشت دست به گریبانند. آیا رسیدگی به شرایط دشوار آنان باید دغدغه شما باشد یا خواسته یک مشت مرفه بیدرد که از برگزار نشدن فلان کنسرت موسیقی خلاف اخلاقی عصبانی شده و رگهای گردنشان بیرون زده است؟ و کاربران هم نسبت به این البته واکنش های زیادی داشتن، همین جمله رو تکرار کردن. اما برنامه فردا، آیا دولت روحانی در 3 سال گذشته موفق بوده؟ به نظر شما چه بخشی از قولهای آقای روحانی اجرا نشده؟ 202-382-7205 از همین الان تماس بگیرین، نظراتتون رو با ما در میون بذارین. تا فردا، روز و شب همتون خوش. صدای آمریکاست.